به نام خدا. سلام دوستان، تو این قسمت میخوایم بریم سراغ استفاده از آرایه انجمنی در قالب یک مثال ساده HTML و CSS. یکم میخوایم رنگ و لعاب بدیم به دورمون، یکم از حالت خستگی در بیاییم و ببینیم در یک مثال واقعی چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم. این نکته رو من بگم که هر چقدر ما دورمون جلوتر میره و مطالب بیشتری رو در خصوص PHP میگیم، خب مثال‌های بهتری میتونیم بزنیم. خب در شروع کار دستمون قطعا بسته هست، اما به محض اینکه وارد یه مقوله‌ای میشیم که میشه مثال‌های جالب و کاربردی زد، ما سعی می‌کنیم اون مثال‌ها رو برای شما دوستان بیاریم. خیلی خب، ما در ویدئوی قبلی که بحث آرایه انجمنی بود گفتیم که آرایه انجمنی یا اسوسییتیو آری اینجوری بود که اگر ما می‌خواستیم چند تا داده در خصوص یک موضوع در داخل متغیرهای مختلف ذخیره بکنیم، مثلا دالر یوزر نیم، دالر یوزر فامیلی، دالر یوزر فون، همه اینها مرتبط با یوزرن، درسته؟ اما ما میایم چند تا متغیر جداگانه ایجاد میکنیم. اینجا میتونستیم اون متغیرها رو بذاریم کنار و از یک متغیر استفاده بکنیم به نام یوزر که به واسطه آرایه تمامی اون داده هایی که میخوایم در خصوص این یوزر ذخیره بکنیم رو در داخل آرایه استفاده میکردیم، که در ویدیو قبلی کامل در خصوص این توضیح دادیم و گفتیم که اینجا به صورت کلید و مقدار، یا میشه گفت که ویژگی و مقدار اون ویژگی، نیمش علیه، فامیلیش مودیه، نیم کی؟ یوزر، فامیلی کی؟ فامیلی یوزر. و اگر هم میخواستیم استفاده بکنیم از داده ها و دسترسی بهش میخواستیم پیدا بکنیم، میتونستیم خیلی راحت با براکت و اشاره به کلیدش به اون مقدارش دسترسی پیدا بکنیم. آقا از یوزر من نیم رو میخوام، از یوزر نیم میشه علی، یا از یوزر من فامیلی رو میخوام که میشه مودی، درسته؟ خیلی خب، حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ حالا میخوایم بریم سراغ یک مثال HTML ساده، بریم سراغ PHP توتوریال، پوشه‌ای که اینجا براتون گذاشتم و راهش هم گفتم که چجوری دسترسی به این داشته باشید. بعدش میخوایم بریم سراغ پوشه HTML و یه پوشه هست به نام Simple Product Cart. خب اینو باز میکنم. در داخل این بچه‌ها خب یه ایندکس، یه CSS، یه فایل HTML، یه فایل CSS و دو تا تصویر. حالا یکی پسوند WP، یکی SVG، که مهم نیست، کاری به اینها ما نداریم. اینو من باز میکنم. ما یه همچین تصویری داریم، میخوایم که یک آرایه انجمنی داشته باشیم تحت عنوان پروداکت که اطلاعات محصول در داخل اون پروداکت هستن و ما فرض میکنیم اطلاعات رو از دیتابیسمون گرفتیم. حالا در فصل دیتابیس اینا کامل خواهیم گفت، اما فرضمون اینه که ما این اطلاعات محصول رو داریم و حالا میخوایم اون اطلاعات رو در این HTML بگنجونیم که اطلاعات ما در واقع میشه گفت که داینامیک بشه. خب مرحله اول اینه که ما بیایم این رو و فایل index.html رو به PHP تبدیل بکنیم که بتونیم از در واقع کد PHP داخلش استفاده بکنیم. پس این ویدیو رو میتونیم نقطه شروع برای تبدیل سند HTML به PHP هم داشته باشیم. خب بریم یک نمونه از این رو انجام بدیم با هم ببینیم چجوریه. خب هدف من اینه که این پوشه رو جداگانه داشته باشم. مثال های مختلفی خواهیم زد، حالا این پوشه رو من جداگانه میخوام داشته باشم. پس من اینو میام کپی میکنم. کپی که کردم میرم سراغ VS کدم و مثلا توی همین www همینجا میتونم پیستش بکنم. خب مثلا کلیک راست بکنم، پیست اگر اینجا نداره، هیچ ایرادی نداره، میام و این رو توی فایل اکسپلورر هم باز میکنم. اصلا جای خالی کلیک راست کردم، ریویل این فایل اکسپلورر، میرم سراغ پوشه www و این پوشه رو اینجا پیست میکنم. این پوشه رو که اینجا پیست میکنم، میام سراغ مرورگرم و رفرش میکنم، این پوشه اینجا اومده. میبینید این پوشه اینجا اومده. وقتی که من کلیک میکنم، خودکار بچه ها اینجا چی باز میشه؟ خودکار برای من اون فایل باز میشه. خب کمی بزرگ هست، من اینجا زوم رو کم میکنم و منفی، خب فکر میکنم مناسب باشه. بچه اینجا ما اشاره به فایل خاصی نکردیم، ولی مستقیم خودش index.html رو باز کرده. چرا؟ یه جا گفتیم که ما توی این زمانی که یه پوشه باز میکنیم ولی اسم آدرس نمیدیم، خود PHP و وب سرور ما
میره دنبال چی میگرده؟ دنبال مثلا index.html میگرده، دنبال index.php میگرده و اگر هر کدوم از اینا رو پیدا کرد بلافاصله همون رو برای ما اینجا باز میکنه ولی آدرسش رو نمیگه، یعنی در واقع اینجا index.html باز شده. خب ولی چون ما اینجا آدرس ندادیم خود وب سرور به صورت خودکار میگرده دنبال index.html، اگر بود بازش میکنه، اگر نبود میگرده دنبال مثلا index.php. خب اینجا index.html هست پس همون رو باز میکنه. خب از این بگذاریم، میخوایم این رو تبدیل کنیم به php. اولا که فایل ما index.html، مرحله اول اینه که ما پسوند اینو تغییر بدیم. با تغییر پسوند هیچ فرقی ایجاد نمیشه، بنابراین من میرم سراغ این پوشه و این فایل index.html که هست رو کلیک راست و رینیم میزنم و پسوندش رو تبدیل به php میکنم. چرا؟ چون میخوام در درونش کد php استفاده بکنم. خب اینو انجام دادم، میام رفرش میکنم، نتیجه دیگه index.html پیدا نمیشه ولی index.php رو داریم، درسته؟ یا حتی اگر من اینو بردارم چون فایلی به نام index.php وجود داره خود وب سرور اون رو پیدا میکنه و اون رو برای من باز میکنه. هیچ فرقی فعلا این index.php و index.html با هم دیگه ندارن. خب مرحله بعدی کار من اینه که من بیام و بچه این یک مدل تبدیل ساده HTML به PHP ها که کار خاصی نباید انجام بدیم، الان خیلی راحت تبدیل شد. خب آدرس دهی های ما هیچ مشکلی نداره، خیلی راحت تبدیل شد. مرحله بعدی اینه که من داده ای که اینجا توی HTML نوشتم رو میخوام داینامیک کنم که این دفعه از PHP بخونه و از یک آرایه ای بخونه که تمامی داده های محصول در درون اون آرایه قرار گرفتن. خب من بیام این رو مثلا بردارم، بیام اینجا، میرم سراغ index.html و قبل از هر چیز PHP رو شروع میکنم و اینجا چون بعدش قرار HTML بنویسیم PHP رو باید ببندم، اینجا مجبورم. خب حالا من میخوام یک آرایه داشته باشم که داده های محصول من در درون اون وجود داشته باشه، پس یه متغیر ایجاد میکنم، اسمش چی باشه؟ محصول. محصول به انگلیسی چی میشه؟ product. گزینه خوبیه، میتونم به عنوان product اینجا داشته باشم. مساوی با. خب الان اینجا دیگه میخوام یک آرایه ای از داده ها داشته باشم، نمیخوام بگم product name یا مثلا dollar product نمیدونم remain که باقی مانده باشه یا dollar product rate که همون امتیاز باشه جداگانه متغیر داشته باشم، نه، میام اینجا یک آرایه تعریف میکنم، حالا چه به صورت این واژه array چه به صورت براکت که حالت کوتاهشه هیچ فرقی با هم ندارن. خب من اینجا میام میگم که تایتل محصول من چیه؟ تایتل محصول من مثلا اینه، میرم کاما میذارم میرم خط بعدی، میگم که تصویر محصول من چیه؟ مثلا ایمیج، فعلا ایمیج بچه. خب تصویر ایمیج رو ببخشید تصویر یا ایمیج رو من دقیقا همین آدرس رو براش در نظر میگیرم، میگم تصویر من اینه. دیگه باقی مانده چه تعداد باقی مونده؟ مثلا اینجا 16 تا میگم باقی مونده. اینجا بچه برای خانه‌ای بهتر من میتونم اینجا تب بزنم قبل از اینکه تراز بشه. دیگه تخفیف چقدر داره؟ مثلا 15%. درصدشو دیگه اینجا نمیذارم. دیگه چه داده‌ای داریم؟ امتیاز داریم. ریت چقدره؟ مثلا 4 و 8. درسته؟ این میشه مدل فلوت، این میشه اینتیجر، اینتیجر استرینگ و استرینگ، درسته؟ خب دیگه چی داریم؟ اینم که گفتیم، اینم گفتیم، درصد تخفیف گفتیم، قیمت رو هم میگیم. خب من اینجا قیمت رو میگم، میگم پرایس. اینجا بچه من قیمت رو به ریال میگم ولی اینجا به تومانه، میخوام یه تابع جدید معرفی بکنیم وسط کار. مثلا قیمت رو میگیم 19 و 280، یه صفر هم میذاریم که در واقع تبدیل به ریال میشه. الان این میشه 192.800 میلیون ریال، درسته؟ که معادل 19.280. خب این داده های ما که در واقع اینجا عنوان محصوله، عکسم گذاشتیم، باقی موندم گذاشتیم، امتیاز، درصد تخفیف و قیمت. خب تا اینجا که هیچی به هیچ، هیچ فرقی نکرده. حالا میخوام بیام از این استفاده بکنم و داده ها رو جایگزین بکنم. چرا دارم این مثال رو میزنم؟ چون در مثال واقعی ما
یک اطلاعات محصولی که مثلا حالا پروداکت هست رو از دیتابیسمون میگیریم، دیتابیس هم داده ها رو همینجوری تحویل ما میده، همینجوری تحویل ما میده و ما همینجوری میخوایم توی محتوای HTML مون جایگزین بکنیم که داینامیک بشه. یعنی وقتی داده های بالا عوض بشن، داده های پایین دیگه خودکار و داینامیکن، از بالا میخونن دیگه، ثابت نیستن. میرن سراغ مرحله اول. مرحله اول بچا اینجا SRC رو من باید حذف بکنم و چون میخوام ایمیج پروداکت رو بزنم و PHP درسته، پس تگ PHP رو باز میکنم، میبندم و میگم اکو بکنه از پروداکت چیو ایمیج رو. الان نباید تغییر کرده باشه، رفرش میکنم هیچ تغییری نکرده، اما اگر بیام اینجا اشتباها یک کلید دیگه بزنم باید مشکل داشته باشه. میبینید؟ خب این از این برمیگردونم. خب اینجا تایتل رو ما داریم. خب در درون تگ H2 من میگم PHP شروع بشه، میگم از آرای انجمنی پروداکتمون. اینجا تایتل رو میخوام داشته باشم. نتیجه رو ببینیم، به مشکل خوردیم، تایتل خالیه. چرا؟ چون ما اکو نکردیم. همین سادگی، میبینید؟ ما اکو نکرده بودیم. خب مورد بعدی باقی مانده. خب ما توی این فقط عدده رو داریم، درسته؟ پس اینجا هم فقط عدده رو داینامیک میکنیم، عدد رو انتخاب میکنیم، حذفش میکنیم، شروع میکنیم تگ PHP، تگ PHP رو میبندیم و میگیم اکو بکنه از آرای انجمنی پروداکت remain رو. نتیجه هیچ فرقی نباید بکنه، 16 شد، درسته؟ اگر من بیام اینجا مثلا اینو بذارم 18، قطعا این هم باید 18 بشه، چون داینامیک داره از آرای PHP میخونه. یا مثلا rate، اینجا امتیازی که من اینجا دارم رو باید بیام تگ PHP رو شروع بکنم، تگ PHP رو ببندم و بگم از این پروداکت برو rate رو برام بخون، منتها اکو فراموش نشه بچه ها. خب اینم اکو. بریم بعدی چی داریم؟ بعدی درصد تخفیف داریم. درصد ما بچه ها دیگه درصد رو در دل خودش نداره، فقط 15. پس ما فقط به جای عدد میایم داینامیک میکنیم و میگیم که اکو بکنه از پروداکت، درسته؟ خب چی رو باید اکو بکنه؟ اینجا باید بگیم دیسکانت رو باید اکو بکنه. نتیجه این باید بشه 15%. شد 15%. و آخری هم که قیمته، میخوام یه چالشی داشته باشیم. آقا قیمتی که ما اونجا دادیم ریاله، اما اینجا تومانه و علاوه بر اون جدا کننده داره. خب بریم مرحله به مرحله انجام بدیم. میایم اینجا، تومان که هیچی، سر جا خودشه. قیمت ما با داینامیک بشه، ما اینجا کلید پرایس رو برای پروداکتمون داریم، پس میتونیم بریم سراغ PHP. PHP من ببندم، اینجا بگم اکو بکنه از پروداکتم بره سراغ چی بچه ها؟ پرایس. این مرحله اول. خب رفته، اوکیه، اما مشکلی که داره اینه که ریاله. خب چجوری به تومان با تبدیل بکنیم؟ خیلی راحت، تقسیم بر 10 میشه تومان. خب تبدیل به تومان شد، اما با مدل قبلی یکی نیست. چرا؟ چون مدل قبلی سرقم جدا کرده بود هزارگان و اینا رو. اینجا با چیکار بکنیم که جدا بکنه؟ خب من باید چیکار بکنم؟ خب میگردم و میفهمم که در PHP ما یه تابع توکاری داریم به نام number format. کارش دقیقا همینه، یعنی اون عدد رو میاد فرمت بندی میکنه، هر سه رقم رو جدا میکنه. خب من باید کل این مبلغ رو بهش بدم، کل این تومان رو. ریال رو من نمیخوام تقسیم بیاد جدا کنه، درسته؟ من تومانش رو میخوام جدا بکنم. الان حاصل این میشه اون تومان من. پس میام از تابع number format استفاده میکنم و مقدار رو بهش میدم. بچه پارامتر دیگه هم قبول میکنه، اما ما کاری به اونا نداریم. تومان رو بهش دادم، تابع number format، تابع تو کاریه، خود PHP داره این رو. نتیجه تمام شد، رفت. اینجا اول ما تبدیل به تومانش کردیم و بعد دادیم به تابع number format که برای ما فرمت بندی بکنه، یعنی هر سه رقم رو به این شکل جدا بکنه. الان داده های ما داینامیکن، یعنی هر کدوم از اینا رو من از توی آرایم تغییر بدم، اونجا هم تغییر میکنه. خب قیمت رو مثلا من میخوام تقسیم بر 2 بکنم.
خب همینجا هم میشه ما محاسبات انجام بدیم بچه ها. قیمت رو ببینید، شد تقسیم بر دو. یا مثلا باقی مونده رو، مثلا دیسکانت رو من بگم 68%، باقی مونده مثلا 65 تا، نتیجه رو ببینیم، هر دو تغییر کردن. از کجا داره میگیره؟ از داده پی اچ پی ما داره میگیره. یا مثلا توی تایتل اینجا کاستوم شده یا سفارشی سازی شده رو من برمیدارم و رفرش میکنم، تمام شد. خیلی راحت ما تونستیم از آرای انجمنی پی اچ پی استفاده بکنیم و داده ها رو اینجا چاپ بکنیم. بچه ها این یک نمونه کوچیک از یک مثال واقعی در دنیای پروژه واقعیه. این داده هایی که ما اینجا به صورت ثابت نوشتیم و خودمون داریم دستکاریش میکنیم رو معمولا چیکار میکنن؟ از دیتابیس میخونن و داده ها به همین شکل، و ما داده ها رو توی بخش خودش میایم و جایگزین میکنیم.